ای رهرو طریق عشق و کمال الهی، خلوت با حضرت حق یکی از ارکان مهم سلوک عارفان است و این خلوت بر دو نوع است. اول، خلوت ظاهری که مناسب سالکان مبتدی بوده و شیوه آن بدین صورت است که وی زمانی از روز را دور از هیاهوی خلق دنیا و در مکانی ساکت و به تنهایی به ذکر و فکر و مراقبه و کلن انجام تعالیم معنوی و صحبت با حضرت دوست می نشیند تا بر او حس حضور الهی میسر شده و جویبار آگاهی های ربانی در جان و قلبش جاری گردد. و همانا اگر در سالکی حواس پنجگانه ظاهری مدیریت شده و مختارانه از کار باز داشته شود، هزاران حس باطنی در وی آشکار گردیده و به مطالعه آیات ملکوت الهی می پردازد. به قول حضرت مولانای جان، پنج حسی هست جز این پنج حس، پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. و اما نوع دیگر خلوت در سلوک عارفانه به صورت باطنی می باشد که اهل الله آن را خلوت در انجمن و یا خلوت در جلوت نامند. کلمه جلوت معنی متضاد خلوت یا همان در بین خلق خدا بودن است. پس ای سالک صادق، در تمامی مراتب سلوک الله و همیشه و در همه حال خلوت در انجمن داشته باش. خلوت در انجمن عبارت از آن است که یک سالک باید کائن و بائن باشد، یعنی اینکه در بین خلق خدا باشد و با دوستان و همسر و فرزندان و خانواده و یاران زندگی کرده و داد و ستد و معاشرت نماید، ولیکن در تمامی احوال اهم از رفتن و آمدن، خوردن و نوشیدن، خواب و بیداری، سخن گفتن و سکوت، ایستادن و نشستن، درس و تحصیل، کسب و کار و تجارت و کلن در تمامی احوال به سبب استیلای ذکر بر حقیقت دل و با استقامت بر رابطه شریف ربانی و مقیم شدن در حس حضور الهی، دست در کار و دل بیار داشته باشد. و این بدان معناست که آن سالک در ظاهر با خلق است و در باطن به ذکر و فکر و مراقبه و کلن به صحبت با محبوب ازلی خیش مشغول می باشد، همانند مجنون یا همان قیس عامری که یک آن از یاد لیلی خیش فارغ نشده و هر دم در قلبش نقش نام لیلی می‌کند. یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی‌دارم، یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی‌دارم، زیرا که تویی کارم، زیرا که تویی بارم. از قند تو می نوشم، با پند تو می کوشم، من صید جگر خسته، تو شیر جگر خارم. و چه زیبا حضرت حق در حضرت قرآن در آیه 37 سوره مبارکه نور می فرماید: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یعنی پاک مردانی که هرگز کسب و کار و تجارت آنان را از یاد و حضور الهی غافل نگرداند. و دیگر توصیه‌ای که به رهروان طریق عشق و کمال الهی شده این است که از صوفی و عرشی و فرشی
یعنی ایشان در ظاهر و در صورت فرشی و در عالم ناسوت و عالم ازداد به مثال همه اهل دنیا زندگی و تحصیل می کنند. تشکیل خانواده می دهند، صاحب فرزند می شوند و به کسب روزی حلال غیرت می ورزند و همیشه دست در کار و دل به یار دارند. ولیکن جز در ایام خلوت اکیدن و رهبانیت و غارنشینی و مردم گریزی ندارند. آنها بر اساس عرف جامعه لباس می پوشند و کاملا طبیعی و معقول با همگان برخورد می کنند و تلاش می نمایند که رند و متعادل باشند و این بدان معناست که در باطن و در سیرت عرشی هستند و الهی، زیرا که قلب سالک عاشق صادق مؤمن عرش حضرت حق است. و چه زیبا حضرت الله سبحانه و تعالی و جل سلطانه در حدیث قدسی می فرماید: ما یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. یعنی زمین و آسمانم گنجایش مرا ندارد، ولیکن قلب بنده مؤمنم مرا در خود جای می دهد. عقل کل و نفس کل مرد خداست، عقل کل و نفس کل مرد خداست، عرش و کرسی را مدان که از وی جداست. و چه مبارک کلامی از حکیمان الهی که می فرمایند: از صوفی و غریبون غریب، یعنی یک رونده طریق کمال و یک سالک عاشق و یک مرید صادق، در باطن با اهل دنیا و با بی عشقان و کلن با اهل کسرت غریب و دور و بیگانه باشد، ولیکن در ظاهر و در صورت به جهت حفظ اتحاد و دوری از اظهار فضل و همچنین اختفای سر الله با ایشان قریب و نزدیک و معنوس است، تا شاید در اثر این قرابت و همنفسی آتشی از عشق الهی بر جان ایشان هم سرایت نماید. زیرا که یک سالک عاشق سرایت دهنده آتش عشق الله و جاری کننده دم حی ازلی و ابدی در جهان هستی است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. بار الها به ما در دنیا نیکی و در آخرت هم نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش سوزان هجران و فراقت محافظت فرما. و همچنین به سالکان منتهی توصیه شده که در شیخی را در بندند و در یاری را گشایند، در خلوت را در بندند و در مجلس صحبت عارفان را فراز دارند. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی پنهان از او بپرسم، به شما جواب گویم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، بگریزم از امارت سخن خراب گویم. و به قول پیر پیران، اساس طریقت ما بر صحبت استوار است، زیرا در خلوت شهرت است و در شهرت آفت. خیریت در جمعیت است و جمعیت در صحبت عارفان و رهنمود و توصیه ایشان در فنای من و بقای ما می باشد، یعنی تجلی مقام جمع. و هر آینه مقام خدایی مقام جمع الجمع است. و در نهایت کلام پایان این که خلوت در انجمن از برکات و از خروجی های بی بدیل مرتبه سفر در وطن است. و همانا اگر سالک صادقی در قدم
سفر در وطن موفق گردد، به لطف حضرت حق خلوت در انجمن یا همان خلوت در جلوت نیست بر او آسان و میسر می گردد. انشاءالله ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. لا اله اندر پی الا الله است، همچو لا ما هم به الا می رویم. قل تعالو آیتی است از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم، ما به جذبه حق تعالی می رویم. یا